برام خدا سلام همونطور که در قسمت های قبل گفته شد شبکه های اجتماعی بخشی از واقعیت زندگی ما مردم هستش و در شبکه های اجتماعی تکنیک های مختلفی داره صورت میگیره تا من و شما رو نسبت به موضوعات مختلف قانع کنن از این جهت ما از محضر استاد رایفی پور داریم استفاده می کنیم تا با تکنیک های مختلف اقنایی آشنا بشیم که در قسمت های قبلی البته به چند موردش اشاره کردیم سلام استاد خسته بسم الله الرحمن الرحیم بنده مرز سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی همکارانتون و همه مردم شریف عزیز بوشهر همه بیننده های عزیز ممنونم استاد انتقال مفاهیم نمادین یکی دیگه از تکنیک هایی که داره در شبکه های اجتماعی به کارگیری میشه خیلی دوست داریم که اینو بیشتر برای مردم باز کنیم ببین انتقال مفاهیم نمادین خدمت شما عرض بکنم به این معنی که یکی از در تکنیک های سواد رسانه یعنی تو حوزه سواد رسانه بحث میشه چه این نفر قانع بکنم یکی از تکنیک هم اینه این که شما میدید یک چیز رو نماد میکنید پرچم میکنید علم میکنید رو میکنید برندش میکنید تو چشم میاریدش هر عبارت که میخواد استفاده کنید که ما خودمون هر روز داریم رو استفاده میکنیم بعد با اون جریان سازی میکنید با اون جریانی رو می‌زنید. بخشه میتونم قدرشید. یعنی اینجا هم کاری داریم میکنیم که مردم بیش از این که از عقل و تعمل خودشون استفاده کنن درگیر یه سری مسائل هیجانی بشن بل. آلا یه جوری اصلا کلا سوء استفاده از مردم استفاده از هیجانات اوناست دیگه یعنی بعد عقلانیت که نابگذارن اینطور به شما بگم که یعنی یک سری پیشنگاره ها که مردم دارند یه سری چیزا که تو ذهن مردم نماد شده از قبل از اونها بیایم استفاده کنیم ببین مثلا چه میدونم در بین ما ایرانی ها خب بزرگتر جایگاه خاصی داره بین چه می‌دونم هندی هم همینطوره نمادی از بزرگتری شما هم هندی هم دیدید با حالت سجده میرن دستشون میزن به پای بزرگتر میبوسن روی پیشونیشون میذارن نماد از تقدس میدونن خب ما مسلمون ها ما ایرانی ها میتوریم خب یعنی اینجا یک چیز این نماد احترامه این نمادی از این حالا میشه این رو جای دیگه هم خرج کرد میشه استفاده کرد نماد سیادت در بین شیعیان ارزشمنده به خصوص ایرانی ها ایرانی ها بله نماد سیادت رنگی داره برای خودش میشه از این استفاده کرد ببینید یا مثلا تقدسی در برخی از ادیان وجود داره مثلا فرض بکنید چه میدونم برای بودیست ها و هندویست ها اون نماد بودا رو مثلا آدم استفاده بکنه تو یه جریان سیاسی تو یه جریان فرهنگی یه جریان اقتصادی بتونن استفاده بکنن خب چون همه این ها اون بیزینسمنی هم که دنبال پوله بعد با مردم ارتباط بگیره برای اینکه با مردم بتونه ارتباط بگیره بعد از رسانه به نحو احسن است تو تبلیغاتش باید اینا رو استفاده بکنه اینها میشه اون در واقع انتقال مفاهیم نماد مثلا چه میدونم بین ما ایرانی‌ها چی ارزشمنده میگم آقا توی مفاهیم دینیمون چه میدونم ائمه بزرگوارمون ارزشمندن پیامبران ارزشمندن ما چه میدونم مثلا این بانک ها و مؤسسات مالی رو شما میبینید که از اسم ائمه استفاده میکنن و اعتماد مردم رو جلب میکنن خب برخیشون هم با عمل کرده یا آسیب های متاسفانه از این حیث میزنن اما چرا مردم میگن یعنی؟ خب این به اسم فلانیه این به اسم این نماد مقدس آقا یا مثلا سادات سیادت اون چیزی به این شکل من. رنگ سیادت خب ببینید همه اینا یک نمادهایی داره دیگه درسته مهم. از اینها بشه استفاده کرد این یا نقطه مقابلش رو ما مثلا ببینیم الان مثلا من میخوام یک جریانی رو بزنم میگم نماد اون جریان چیه اول پرچمشو زد خب شما لازم نیستش که بیاد به مسلمان ها فوش بدید توهین کنید توی مثلا رسانتون نه کافیه المان هایی که یک نفر رو مسلمان میکنه اونها رو شروع کنید زدن یعنی پرچمشو بزنید نه شما خاکیزش رو زدید به گفتمان اون فرد حمله میکنید خب مثلا توی فیلم های بسیاری اینها آرام آرام کسایی که محاسن داشتن ریش داشتن خب کاراکترهایی بودن که کاراکترش بد این فیلمن این سریان آرام, آرام تو ذهنین میشینه آقا اون دشتاشه عربی نمیدونم اون چه این همه اینها آروم آروم کنار بمب کنار انفجار کنار یعنی این نماد عرب بودن نماد مسلمان بودن نماد خاورمیانه ای بودن نماد جهان سوم بودن اینها رو میان دست میذارن و اون نمادها رو میزنن چه میدونم چفیه نمادی از مقاومت درسته مم. حتی قبل از انقلاب ایران در بین فلسطینی ها چفیه شد نماد مقاومت با اون شکل عربی خودش تو جنگ ما هم با, با توجه به کارایی ها و کارامدی که داشت افش ده تا کار میکرد دیگه برای پانسمانش بود سفره غذاش بود چه زیراندازش بود جانمازش بود شالش بود شالش بود همه چی دیگه بود. درسته من همه اینها رو وقتی لحاظ میکنیم این میشه نماد مقاومت اما شما وقتی میخواید بزنید این تفکر مقاومت اول بدین چفیهش رو بزنید اولا این نمادشو بزنی خب اینجا هم نمادسازی هم میتونه صورت بگیره اینجا یه نکته رو من میخوام عرض بکنم یه خورده دقت نیاز به دقت داره ببین یک ما تفاوت داریم بین نماد و نشانه و نمایه اینا من هم فرق داره نماد نشانه نمایه, اینو اینا هم فرق داره ببین نشانه اثری فطری دارد به این مثال براتون بزنم اینکه که مثلا روی تابلوی بنویسن خطر عبور حیوانات وحشی شما انتظار دارید عکس چه حیوانی رو بذارم اونجا حیوانات وحشی وقتی نویسن مثلا اگر عکس گوسفندی رو بذارن شما میگین چیه خب گوسفند که اون وحشی نیستش که ببینید <applause> با واقعیت سازگار نیست اگر با واقعیت سازگار ن... کمتر سازگار باشه سازگار نباشه بهش میگن نماد اگر با واقعیت سازگار باشه بهش میگن نشانه مثلا شما یه گوزن رو میذاری بله حیون وحشیه درست شد الان شما فرض بکنید مثلا ب... توی چه میدونم مثلا تایلند یه عکس فیل بذاری برای ما حیوان وحشی برای اون حیوان اهلیه <applause> چون تو فرهنگ اونا چیه هستش هر چی نمادتر باشه نگه داشتنش سختره چون فطری نیست چون واقعی نیست باید تبلیغات مدام روش باشه وگه نه بمیره مثلا موش موش مردم علاقه به موش ندارن موش از قدیم رقیب بشر بوده خرابکاری میکرده انبارش از بین خونهش رو خراب میکرد بله. منفوره بله پس انتصاب یک جریان فکری یک شخصیت یک, یک به موش یعنی خراب کردنش درست شد اگر شما بخواید یه چهره موش خوب نشون بدی بین مردم خب بعد چیکار کنید دائم با تبلیغات روش انجام بدی تا موقعی که تبلیغات مداوم هست این, این که شما یه سر ای بین میزنید یه که مورفینی میزنید درد رو احساس نکنه اون اثرش داره به محض اینکه برداری از بین میره پس نماد ارتباطی کمتر داره نشانه ارتباط داره بریم مثال براتون بزنم تو طبیعت شما میبینید مثلا میوه های قرمز رنگ عمدتا خون سازن این کار یه ای ارتباط ذاتی بین این رنگ قرمز و اون میوه و خون هست در حالی که قرمزی خون هیچ ربطی به این مسئله نداره این کار که یه نشونه است یه شما توی طبیعت دقت بکنید خوردنی آبی رنگ گیر نمیارید من که ما خود ما آدم ساخته باشیم بلوبری درست کرده باشیم ژله آبی نه تو طبیعت نیست چون ذاتا آبی رنگ فساده رنگ خرابیه رنگ ریازته، رنگ نخوردنه خب اما سبز قرمز اینا رنگ خوردنه میدونی چی میگم اگر شما اومدی یه خوراکی و آبی را رن... تو خیلی از این بحث که کسی میخوان مثلا نمیدونم رژیم غذایی بگیرم میگن یعنی توی بشقاب آبی غذا بخور چه رو کم میکنه سفره آبی رنگ، مثلا الله فرض یه نفر رستوران زده کل محیط اونجا رو آبی کرده این معلومه هیچی از <تصفح> این مسائل متوجه نیست بنده خدا خب اینجا ما یه پس این م... مفاهیم این نمادها باید درست انتخاب بشه و اون کسایی که پشت شما مثلا یهویی یه هایی داره یه تصویر رسانه می‌بینه این پشت شما یه رنگی میاد و یه دکور خاصی می‌بینه اصلا فکر میشه متخصصین این امر میان نظر میدن دقت میدن این نیستش که کارشناس اون برنامه اگر یه رسانه خیلی دقیق باشه هر چی خواست تنش بکنه پس با شناختی که از مردم وجود داره در شبکه‌های اجتماعی یا میان نمادهایی که الان بین مردم مقبوله بله. اون رو بر اساس اون نمادها کار خودشون رو پیش میبرن یا اینکه نمیانشون میان شروع کردن یواش یواش نمادسازی کردن برای مردم و بر اساس اون نمادسازی که انجام دادن حالا هر نوع بهره میکنن بهره <applause> <applause> این یا تو شبکه اجتماعی یا توی غیر شبکه اجتماعی توی اینترنت توی ای سایتی یا اصلا یه گزاره مستقیم طرف مثلا شما الان توی فرودگاه من یه بار نشسته بودم یه بنده خود نزدیک من بعد من گفتم که فکرم برای شناخته مثلا گفتم امرتون گفت میشه چمدون منو نگه دارید و من میخوام برم سرویس بداشتی بعد که رفت بریاش بعد بیاش به من گفتش که من نگاه که شما تسبیح دستته یعنی از تو نمازخونم خونم اومدی بیرون دسته نماد دینی آفرین به تو اعتماد کردم حالا یه آدم شیاد نمیتونه اصلا میسو استفاده کنه چرا آیا دوز نمیتونه بیاد بره لباس پلیس بخره بره, بره باش سرقت انجام بده چرا برای چه الان میگن آقا کارت شناسایی بخواید بیا پس این نمادها ها رو مورد تو رسانه مورد سوء استفاده قرار میگیره یعنی میتونن با یک نمادی که نماد منفوره جریان نسبت بدن به اون و بزنن خب داعش رو میکنن نماد اسلام بعد عمدن داعشی که هیچ ربطی به اسلام نداره میگن دولت اسلامی دولت اسلامی دولت اسلامی اسلامیک استیت اسلامیک استیت هی تکرار میکنن و از اون طرف هم در کنار دولت اسلامی می داشت مثلا از این های یه خبر میاد در جمهوری است. اسلام. جمهوری اسلامی مردم میگه خب این حالا چه جمهوریش باشه چه دولتش باشه مشکل تو اسلامیشه ببین چقدر استادن یعنی یک چیز نماد نفرت در حالی در واقع اسلامی بود که دا... دعا دعا اسلام اصلا اسلامی اصلا... ما جنگیدیم ما نشون نمیش سر جاش خیلی جالبه ها اصلا بلی... طرف میترسه با چهره اسلامی تو اروپا راه بره میگه الان میگه این الان یه جوری مردم نگرانن استرس دارن میگن خوش منفجر نکنه میبینید این مفاهیم نمادین این رنگ ها این شعار ها این این طور میتونه این ها در داره رسانه داره. استفاده شده خاصه در شبکه های اجتماعی مثلا نماده های سلامتی نماده های سلامتی را اگه موافق باشی دوستان یک میام مرامی کرده کردم رو ببینید بعد هم داشت صحبت کنیم بفهمید خواهش بسیار خوب نمادهای سلامتی ببینید مثلا شما چه حسی دارید وقتی از سلامت سالم بودن و این یک نمادهایی داره دیگه ببینید اصلا سیب در معنی یعنی تندرستی الفی که ابتداش میاد الف در واقع تضاد فارسیه مثل وار یعنی همراه هموار آوار زدش سیب آسیب زدش مثلا چه میدونم یک طبیعت یک تصویر یک رنگ سبز یک باغ خیلی خوشگل یه, ب... یه سیبی که ارگانیک از دید درخت چیده میشه و میاد قرار داده میشه روی ببینید این فنون تبلیغاتی که شما اصلا از همه آلودگی ها پلشتی ها و اونچه که مواد شیمیایی زندگی پر از چرک و پلشتی شهری دوری ببینید چه حس خوبه دست میده می‌کنم چقدر راحت میتونن و در, در جالب اینجاست که در موقع در چه فلان ماده شیمیایی رو میخوان به خورد شما بدن میخوان فلان ماده شیمیایی دقیقا به خورد شما بدن. مثلا من همین چند وقت پیش بود یه چیزی رو از یه فیلم می‌دیدم. حالا نمیدونم پخش شد نشد چی اینو اطلاع ندارم خب خدمت شما عرض می‌کنم که ماجرای یه خانومی بود که فوتبالیست بود و می‌خواست بره خارج از کشور و همسرش ممنوع خروجش کرد خب وقتی نگاه میکنیم مثلا کاراکتر چهره این آقا یقه بسته این که بین مردم مرسوم یا یقه آخوندی خب یقه بقول دیپلماتیک یقه بسته یک چهره مذهبی من تو همون تیزر میدیدم و یک جا مثلا به این به خانمش میگفت بگو چش بگو چش بگو چش اصرار بگو چش 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 و حالا خانم گفت چش گفت آخه چه حس خوبی هم میده وقتی میگی چش یعنی اصلا یه ارباب مقابلش یه برده و تمام المانهای مذهبی بودن رو ظاهری رو میاره در اون آدم خلاصه میکنه در کنار خوشونت و, و... و... اغده خشونت، اغده گشایی. اغده گشایی، چه 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 اینا نماده خب و این تو ذهن میشینه آدم آروم, آروم آروم آدم نسبت به اون چهره نسبت به این تفکر نسبت به حساسیت پیدا میکنه ببینید در اطرام این راجع خارج از کشور اتفاق نمیفته اینا تو مملکت خود ما داره اتفاق میفته مفاهیم نمادین حالا چه در چهره چه در انتخاب چهره چه در انتخاب اسم ایس. چه در انتخاب مثلا اتفاقی نیست نه به هیچ وجه حداقل من خودشو میگم اگر یک رسانه به بلوغ رسیده باشه هیچ چیز اتفاق نیست اینو به شما بگم هیچ چیز اتفاقی نیست ساعت ها بحث میشه که اسم این برنامه چی بشه یکی از همین کارگردان ها گفته بود که آقا من سر فلان فیلمم چندین ماه طول کشید که به اسمای کاراکترام برسه و در قرک که فراوان اینطور به اسلام حمله شد فراوان خب مثلا چهره های اسلامی ب... چه میدونم حالا من این چند هریپاتر هری پاتر بود یا ارباب حلقه های سکانسی داره وقتی وارد میشه یک فرد شیطانی که دو تا چهره داره وقتی به لباس کاملا اسلامی عبا داره امامه داره وقتی عمامش رو باز این زیر عمامه صورت پنهان دیگه داره یعنی اینا رو نماد شیطان قرار دادن یا مثلا توی اصلا این چند های آخر و زمانی که اینها ساختن خب اینا بحث رسانه یه دیگه حالا تو سینما تو هر جای دیگه چند های رسانه سینمایی که اینها ساختن این قومی که آخر و زمان در مقابل اینها می که نمادی از اسلامه الان شما این آرام آرام به سمت موجودات وحشی مثل حالا به عنوان زامبی ها دارن تعریف میکنن و علمانه های اسلامی رو دارن به اینها انتقال میدن مواردی حتی این الفاظ اسلامی توی فیلم اوسامبی خیلی جابی که تعریف ترکیب از اسامه و زامبیه و دنیا هم عرض کردم امروز دنیا دنیای عموما دولت های دموکراتیکه یعنی مردم رأی مردم اثر داره فلزا ما تعیین میکنیم می تا... مردم چطور فکر کنن از این تکنیک ها استفاده میشه که رأی مردم بره به سمتی که کاملا هم اثر میگذاره بله. کاملا اثر بسیار خوب بسیار ممنون از شما ممنون از مردم از اینکه ما رو همراهی کردن تکنیک های دیگر رو در قسمت های بعدی دنبال خواهیم کرد خدا نگهدار